روز جمعه است، روز مرکز انتخابات در ایران. وقتی که اوضاع رای گیری باز می شدند، یکی از رسانه های کلان در دنیا که عدد زیادی اعتبارش را از دست داد و خیلی از شنوندگان و مخاطبانش رو، تیتر صفحه نخستش رو تغییر داد در صفحه فارسی خودش و گزارش داد که بر پایه آخرین نظرسنجی در ایران 42% از مردم در انتخابات شرکت می کنند. این چیز درست ساعاتی در صفحه این رسانه بود و بی بی سی و قطعا تازه ترین نظرسنجی ایسپا. ایسپا چیه؟ ایسپا یک بنگاه نظرسنجی مترجم به جهاده و زیر مجموعه اطلاعات سپاه و به سفارش اونها عمل میکنه. 5000 نونخور داره این سازمان بی خاصیت که کارش فقط ساختن نظرسنجی است. این میشه تیتر نخست یک رسانه ای که اغلب مدعی است بر پایه اصول حرفه‌ای عمل میکنه. بر پایه. اما همه ما میدونیم همینانم بنگاه نظرسنجی معمولا نرخ خطا رو، ضریب خطا رو بین 3 تا 5% میگیرن. هیچ بنگاه نظرسنجی در تاریخ، هیچ رسانه ای اعلام نکرده که بر پایه نظرسنجی قطعا و حتما چنین اتفاقی رخ خواهد داد. من حافظه رو میذارم کنار، اجازه بدید که برم به سراغ فرهنگ ها، از جمله معین و ده خدا، اونه که در دسترس داشتم و ببینیم که وقتی میگیم قطعا یعنی چی. این یه رسانه میگه که میگه من به اصول حرفه‌ای پایبندم و وفادارم، در حالی که مشخص شد اصلا به اصول حرفه‌ای پایبند نیست. قطعا یعنی مطمئنن، یعنی یقینن، یعنی بالقطع، یعنی براستی، یعنی به تحقیق، یعنی حتما، یعنی 100%، یعنی مؤکدن، یعنی محققن، یعنی هر آینه. اینا معانی قطعا نیست که بی بی سی فارسی در آخرین لحظات، در دوره ای که مردم ایران دست کم همه ما میدونیم چطور به هم همبسته شدن، سعی کرد که این همبستگی رو با استفاده از واژه و مفهوم قطعا در هم بشکنه. هیچ معنای دیگه ای نداره. هیچ در هیچ بنگاه نظر، تقریبا تمامی بنگاه نظرسنجی وقتی که افکار سنجی میکنن، آراء رو اعلام میکنن، زیرش توضیح میدن که ضریب خطا بین 3 تا 5%. همشون این کاری، تنها بی بی سی برای نخستین بار، اونم به نقل از ایسپا، یعنی بنگاه نظرسنجی جهاد، که زیر مجموعه اطلاعات سپاهه، بودجهش رو اونها میدن. 30% بودجهش رو جهاد میده، بقیهش رو از نهادهای انقلابی مملکت تامین میکنه بر پایه سفارش اونها. 5000 نونخور داره در سطح کشور. این میشه خبر نخست بی بی سی بریتانیا. بی خودی نیست که یه رسانه این گونه سریع اعتبار و حیثیت خودش از دست میده. یکی این بود، یکی اظهار نظر آقای عبدالکریم. آقای عبدالکریم سروش در چند صحنه تاریخ حضور پیدا کرده، بعد غائب شده. هر بار هم که حضور پیدا کرده، نمیدونم زیانی که به مملکت و سرمایه های مملکت زده اصلا حیرت انگیز بوده. یکیش در انقلاب فرهنگی است. همه ما با ظهور او در انقلاب فرهنگی و فرار استادان، دستگیری اونها، تصفیه دانشگاه، همه آشنا هستیم و یک میراث چرک که هنوز هم متاسفانه روی دست مردم ایران، روی فرهنگی مملکت باقی بونده. فرهنگ و تعلیم و تربیت و سیستم دانشگاهی این کشور، ایشون دوباره در صحنه ظاهر شده. هرچی فکر کردم که چطور شد آقای عبدالکریم سروش، استاد دانشگاه، فیلسوف اسلامی، از ایشون به عنوان فیلسوف اسلامی یاد میشه، چطور یه باری در صحنه ظاهر میشه، اونم در دوره ای که ما
هر جز شاهدش این همبستگی در بین ایرانی ها در کشور و بیرون از کشور نبودیم. هر جز فکر کردم چرا ایشون با این یادداشت خودش که به نظرم یک نثر لوس، بی معنا، بی نمک، کهنه، از کار افتاده، متعلق به دوره قبل از غزنوی، هیچ معنای دیگر نداره جز اینکه میخواد اظهار فضل بکنه. من معنای دیگری برای جستجو نکردم. فقط گوش کنید که ایشون چی میگه درباره انتخابات و حمایتش از یکی از کاندیداها، آقای عبدالکریم سروش. میگم که بر میر حسین روشن رگ درود، با الهام از کروبیان، یعنی آقای کروبی، صندوق های رأی را تنها و تهی نمیگذاری، یا تنها و تهی نمیگذاری، به رضایی رضایت نمیدن، یعنی محسن رضایی، دلیلی در انتخاب جلیلی نمیبینیم، قاضی را به بازی نمیگیریم. قاضی هم منظور رئیسیه، ابراهیم رئیسی که رئیس دستگاه قضاست. مهر علیزاده را بر دل نمی نشانیم و زاغانی، جمع زاغ کلاغ، و زاغانی چون زاکانی را از در می رانیم. همتی را نصرت می کنیم، نه نصرت می دهیم، نصرت می کنیم تا ردای رئیسی بپوشد، یعنی رئیس جمهور بشه، لباس رئیس جمهوری بر تن بکنه و چشم خلایق به جمال عبدالناصر روشن شد. همتی رو با جمال عبدالناصر هر چی قدر گشتم بلکه بتونم یک بچه تشابهی بین جمال عبدالناصر، رهبر انقلاب مصر، افسر جوانی که در یه دوره‌ای به قدرت رسید، با ایران هم اصلا میانش خوب نبود، ولی خب شخصیت خیلی مقتدری در خاورمیانه بود، هواداران بسیار هم در کشورهای عرب پیدا کرد. هر چی فکر کردم بین او و همتی آخه چه تشابهی پیدا نکرد. تنها صفتی که همتی داره این که وقتی میاد به بانک مرکزی ایران، دلار بوده 8000 تومان، 8500 تومان حدودا، وقتی میره دلار شده بوده 24-5000 تومان. گشتم بینه آقای عبدالناصر هم وقتی اومده بر سر کار همین اتفاق افتاده، هم نه سری اتفاق افتاده. یه مورد دیگهش مورد تورم و میزان نقدینگی در مملکت ما. نگاه کنید در دوره که ایشون پست رو تحویل میگیره، وقتی میره چه به روز این اقتصاد آمده بوده. هر چه گشتم و چه تشابهی پیدا کنم پیدا نکردم. فقط برای اینکه بدونید که نسلم واقعا لوس و بی نمک و نشانه تفاخر، اگه تصور میکنه ما نوشتن به این گونه، اونم تو این روزگار و تو این دوره، نسلی متعلق به دوره قبل زمیان میتونه در اینجا تأثیر گذار بشه روی نسل جوان. ولی من هر چی گشتم متوجه نه دلیلی پیدا نکردم جز این که سروش میخواد از مردم ایران انتقام بگیر. فقط هم حرفای سروش رو گوش کنید، وقتی اومده به انقلاب در ایران انقلاب شده و او در رأس انقلاب فرهنگی قرار گرفته. از ابتدایی که فریاد انقلاب فرهنگی در این مرز و بوم برخاست و دانشجویان متعهد و دوراندیش ما خواستار آن شدند که دانشگاه ها همگام با انقلاب اسلامی ایران حرکت کنند، از همون ابتدا اونچه که در ذهن و ضمیر و بر زبان دانشجویان بود و خواست همه ملت انقلابی ما بود این بود که دانشگاه ها میباید سراپا عطر و بوی اندیشه اسلامی رو به خودشون بگیرند و این گلستان گلستان معطری باشه که هرگاه کسی و جویندهی وارد او میشه از همون ابتدا پشامش به این بوی دلنواز اطراگین بشه. بنابراین از ابتدا که امام امت هم فرمان صادر کردن برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، اون چرا هم که ایشون به ما توصیه کردن و
امر کردن همین بود که در هرچه اسلامی تر کردن فضای دانشگاه و پی افکندن یک چنان بنیان الهی ما بکوشیم. در حقیقت به یک معنا تمام اقداماتی که ستاد انقلاب فرهنگی کرده و میکنه همش رو میتوان در داخل همین چارچوب قرار داد و محکوم همین حکم اصلی و عمومی دانست. همه ما میدونیم بعد از این سخنان خیلی ادبی، عطر مشام جان اسلامی شدن دانشگاه ها چه اتفاقی برای بسیاری از استادان برجسته ما افتاد، چه تعداد غل و غم شدن، به خانه های چه کسانی ریختن، چه استادانی از کشور فرار کردن، چه استادانی به زندان ها افتادن، شکنجه شدن. آقای دایی، این که یک رسانه کلان متعلق به دولت خارجی در درست در لحظه این که حوزه های رای گیری باز میشه، ما هنوز در خوابیم در آمریکا، حوزه ها باز میشه، چی صفحه خودش تغییر میده، میگه قطعا 42% شرکت میکنم و با یه نظرسنجی و بی سابقه استی، هیچ بنگاه نظرسنجی نمیگه قطعا اون چی که من میگم درسته، همیشه ضریب خطا رو در نظر میگیرم. من چیه هدفشون چیه؟ عرض کنم که چند نکته هست آقای مهودی عزیز. اولا واقعا این رو ما همه ما باور کنیم که ما وارد دوران جدیدی شدیم. دوروبر خودمون نگاه کنیم، دیگه بحث و تئوری و اینها نیست. مردم ایران در اکثریت قاطعشون بی پروا همه جا از هر تریبونی استفاده میکنن مخالفت خودشون با این نمایش مسخره اصلاح طلبی و حکومتی و انتخابات و این نمایشات ذلت مخالفت خودشون میگن. چند سال راجع به اینا ماها حرف میزنیم، ببینید چه هزینه مردم دادن به اینجا رسیدیم، چه مبارزاتی شده. این خیلی خبر خوبیه، ولی حالا در مورد این فضای جدید و اینکه به کدوم سمت میریم باید بحث کرد. اما خوشخیالی است، گارد بازه، ساده لوحانه است اگر فکر کنیم که چون بختک اصلاح طلبی بعد از 24 سال از فضای سیاسی ایران شرش کم شده، این حباب توهم اصلاح طلبی در نظام ولایت فقیه و این که میشه از صندوق رأی به اصطلاح نجات پیدا کرد، این حبابش ترکیده، ما از دست مماشاتچیان و این نسلی که اینا پرورش دادن به نام اصلاح طلب، یه لشکر از دست اینها به زودی خلاص میشه. نه خیر، خیلی هاشون هم با این شرایط جدید همراه میکنن خودشونو، حتی انتخابات رو تحریم میکنن تا در فضای جدید بتونن به شکل دیگری نقش بازی کنن. آخه ما وقتی وارد دوران جدید شدیم الزامات جدید داره، فقط این نیست که همراهی بکنن. که یکی از مسائلش همینه. قبل از که به این نظرسنجی قلابی نگاه کنم، که به خصوص همین یکی نظرسنجی دانشجویان، اینا که تو خارج دیده میکرد، همین نایاکی هم همین رو پخش میکرد، اینا که آمریکایی که خارج باشن خبر ندارن، لابد فکر کنید که از یه سیر از دانشجویان و منتقد حکومت و مبارزین دانشجویان در ایران جمع شدن یه مؤسسه تشکیل اینا رو میگن. نه، هم که شما اشاره کردید، اینا مؤسسات حکومتی، نهادهای امنیتی نظام، اینا رو تولید میکنن بر خارج و اینا هم بی‌پروا پخش میکنن. اما قبلش اجازه بدید از خود همین آقای سروش شروع کنم و این جماعتی که تحت نام اصلاح طلب 24 سال توی این رسانه ها بودن و هستن. خب بعضی هاشون هم حرف دیگری امروز میزنن، امیدوارم راست بگن، ولی من کجا بفهمم راست میگن سر گردنه بعدی جلوی مردم نمیپیچن. یکیش همینه که آقا با گذشته رو راست باشیم. ما اینجا دادگاهی نیست که بخوایم از کسی حساب رسی کنیم که، ولی بالاخره شمایی که تو همین چند وقت پیش تو همین رسانه ها می اومدید به مردم گفتید برید توی انتخابات قلابی شرکت کنید، به عمر حکومت شما اضافه میکردید، حالا چی شد یه دفعه دوچار دگردیسی شدید؟ بیاید نو توضیح بدید، یه پوزش میخواد. دیدم آقای رحمانی، تغییر رحمانی در یکی این رسانه ها معذرت خواهی کرد برای گذشته. خب شما بیان بکنید، بگید اشتباه کردید، چرا اشتباه کردید،
ما اینجا دادگاهی نیستش که بیان لاغل با مردم رو راست باشه. یک، دوم، با گذشته خودتون تصفیه کنید. چرا آقای سروش حرف رو داره؟ من یه نمونه بگم، و خیلی از این اصلاح طلبانی که الان توی تلویزیون ها به ماها دارن درس اخلاق و درس سیاست میدن، انگار نه انگار تا پریروز ما رو مسخره میکردن. با برخی از نه خود من توی رسانه ها مناظره میکردم که آقای مسخره بازی نمایش به انتخابات چی توی حکومت. حالا بماند دیگه، الان اینجوری شدم. ولی راهش چیه؟ راهش اینه که این جماعت به گذشته نگاه بکنم، با مردم تصفیه کنم. یعنی چی؟ یعنی آقای سروش شروع کنیم. اتفاقی که شما اشاره فرمودی، انقلاب فرهنگی، خب من دانشجو بودم موقع. یه جنایی که از جنایات ناگفته این حکومته در حق این آب و خاک، در حق دانشجویان، در حق اساتید و فرهنگ ملت. انقلاب که شد، این دار و دسته واپسگرای خمینی، همین چهار نفری که نشسته بودن اونجا، حبیبی فرصت طلب، اون شریعت مداری بدتر از اون و اون جلال‌الدین فارسی قاتل، با سروش در دانشگاه ها. من خودم پلی‌تکنیک بودم، در دانشگاه گروه‌های سیاسی با گرایشات مختلف هوادارانی داشتن، انجمن‌های خودشون تشکیل دادن. یکیش انجمن اسلامی دانشجو بود در همه دانشگاه های مهم که در همه جان بود، پلی‌تکنیک و فنی و علم و صنعت و دانشگاه آریامهر یا شریف، همه اینا بودن. در رأی گیری هایی که بود در همه این دانشگاه ها اینا باخته بودن به گروه های دیگه. گروه پیشگام بود که واسه به شرکای فدایی بود، یه انجمنی بود با واسه هواداران مجاهدین بودن و غیره. در همه دانشگاه ها اینا در اقلیت بودن. بنابراین این حرف مفتی که آقای سروش میزنه که ما اومدیم و نمیدونم همه دانشجو هم بخاطر، نه قربان، شما دید داری فضا رو دست میری، جامعه روشنفکری شما رو طرد میکنه. خب چیکار کردن؟ با چماغ کشی شروع شد در دانشگاه ها، در با آدم کشی شروع شد. چه جنایاتی کردن تا اون که اون انقلاب بستلا فرنگی رو کردن؟ حدود 3-4 روز شد. من یادمه دوستان من در دانشگاه تبریز تعریف میکردن، خود من دیدم صحنه هایی که در دانشگاه بود. اینا دانشجوان محاصره کردن، مخالفین خودشونو لخت میکردن، آب با شلنگ میریختن روشون، بعد با کابل میزدن اینا رو، دستگیر کردن، کشتن، صدها استاد رو از کار برکنار کردن. و مقدمه کشتار بود، 30 خرداد بعدش شروع شد، عزل بنی صدر بعدش شروع شد. این تازه یک پرده از این داستان بود. این آقایونی که به نام تحکیم بودن که خیلیشون همین اصلاح طلبان قدیم و امروزن و همین توی رسانه ها دارن جولان میدن، این تحکیم وحدت چی بود که بنا شد؟ تحکیم وحدت دانشگاه و حوزه. همین انجمنهای اسلامی قاتل که نقش پیشتاز و برای نسبت در کنار همین شماخکشان حکومتی داشتن در لط و پار کردن دانشجوان، اومدن دفتر تحکیم وحدت دانشگاه را انداختن، اسم خوش نگرن دفتر تحکیم. بسیاری از اینا بازجو و شکنجگر شدن. من دوستان خودم در زندان اوین و غیره، اینا توسط همکلاسی های سابق باشون که الان ترکیب وحدتی شده بودن، شکنجه شدن، کشته شدن. خب آقایم بید بگیر اینا رو. آقای سروش شما دانشگاه ها رو بستید برای مدت زیادی، اساتید رو بیرون کردید، شما یکی از مسئولین انقلاب فرنگی بودید، بدهکار نیستید به مردم؟ آقایان ترکیب وحدتی، ما وارد دوران جدیدی شدیم. بعد از 24 سال مردم چه هزینه‌ای دادن، 24 سال عمر این حکومت، ببینید چه کشتاری شد، چقدر فقیر شدن، چقدر فحشا شد، چقدر مردم بدبخت شدن، مهاجرت کردن، مملکت نابود شد با بختک اصلاح طلبی. شما یه توضیح به مردم نمیدید، یه توضیح کوچیک به مردم نمیدید. حالا شدید بلبل زبان در این رسانه هایی که با پول این کشور و اون کشور راه افتاده، همتون به بقیه درس اخلاق میدید. مبارکه، دارید با فضا همراهی میکنید. ولی اولین قدم برای که ما بفهمیم راست میگه نه، همین تصفیه حساب است تا
بعد توی شما الان سروش داره این حرف رو میدنه، بقیه شما رو من تردید ندارم پس ورده دوباره کوچکتری گوشه چشم خامنه ای نشون بده شما میپایید واسه برای چی میاد میزه 42% تو مردم شرکت میکنن؟ اون یکی رو اینترنشنال زده 32% شرکت میکنن، 10% هم مردن، یعنی 42%. یعنی شما تصور بکنید فضای کلونی رو ببینید، بعد از 14 جنایت نابود کردن مملکت هنوز 42% مردم ممکنه در انتخابات شرکت کنن، یعنی نزدیک به نیمی. آخه کدوم عقل سالمی میپذیره این کارا؟ چیه میکنید؟ باور کنید آقای میبودی عزیز، من و شما مردم عبور کردن برای که بها دادن مردم. بابا دو تا قیام سراسری داشتیم ما، این حکومت به مردمی که کاری بهش نداشتن رفت هواپیماشون رو زد ساقط که کش تیکه تیکهشون کرد. خب مردم عبور کردن از اینا، ولی اینها ولکن معامله، اینها فکر کنید در فضای جدید همه گربه شد عابد و زاهد و مسلمان و خیر، منافع مماشات چه سر جایشونه. و اینجا ما باید خیلی هوشیار باشیم. نمیخواستم واقعا امروز شروع کنم، برای اینکه به نظر من ما دوران تاریخی هستیم. واقعا برای من به این معنی نیست که میبینیم همه مردم دارن ضد این حکومت صحبت میکنن. خب این خوبه، ولی پیام‌آور دوران جدیدیه. خیلی ما حرکت داریم میکنیم، یه تحول جدیه. ولی خب از این طرفش هم اینا هم داریم میبینیم، همین نایاک لابی ها، مگه ولکن معامله هستن اینا؟ خب اینا اینه دیگه، متاسفانه اینه. اصلا برای چی باید بی‌بی‌سی و اینترنشنال اینا طرفدارانش؟ خب بعد میگن ما میخوام دو طرف باشه، ولی چقدر آخه؟ مگه اینا ما یه چند درصدن؟ مگه این اصلاح طلبان قلابی چند درصد جامعه که شما به اینا اینقدر بها میدید؟ اصلا چه نیازی بها بدید؟ خب اینا که جای دیگه تریبون دارن. بحثت اینه که ضمن اینکه به فعال نگاه باید گرفت، واقعا یک تحول بسیار بسیار مهمه و اول راهی ما وارد فضای جدید شدیم. باید به همه تبریک گفت، خیلی از بسیار راه ها گشوده خواهد شد در برابر ما، ولی هیچ وقت گارد خودمون رو باز نگذاریم. ما تجربه داریم، آدم ها فرصت طلب هستند، اینها نمیخوان. یکی از مسائلی که آقای نبودی شما سوال فرمودید قبل برنامه، چرا سروش اینا میگن، این مقدار خب نفرتیه که از مخالفین حکومت دارن یا عشق به حکومت دارن. واقعش من اعتقاد دارم که اگه این حکومت سقوط بکنه خیلی هم مسائل روشن خواهد شد. همین انقلاب فرهنگی، کارهایی که کردن، خب اینا چیز ساده ای که نیست. بابا شما اومدید تمام دانشگاه های مملکت یکی دو سال بستید، هزاران استاد رو شما تصفیه کردید، یعنی بخش علمی مملکت رو توهی کردید. یک عده فاشیست بی سواد رو تو این دانشگاه ها بهشون سهمیه دادید، به من دانشجو، به من استاد. این کم جنایتی؟ حالا به اون قسمت کشت و کشتارهای پشت پردش بماند. اینا واقعا میترسن. اینا حتی اوناییشون یه سریشون که همراهی میکنن در اولین فرصت تلاش خواهند کرد برگردونن به مسیرهایی که میخوان، به مردم وعده های بیهوده بدن، نمیدونم این حرف این حرفا. ولی ما گاردمون رو باز نکنیم. ما الان فضا دست ما هاست، مخالفین این حکومت. با امید به آینده باید نگاه کنیم، راههای جدید رو پیدا کنیم، مشکلاتی که هست، ولی گاردمون رو هیچ وقت نباید باز بذاریم. تشکر میکنم آقای دایی. آقای ناجیلاتی که کمتر از کسانی نبوده که در محاکمات جنگ دوم جهانی محکوم شده، واقعا در همون قسمه. و عجیبه که اینا امروز در آمریکا زندگی میکنن. این سوغاتی اونها بود از انگلیس برای مردم ایران، چون اولین که زمین که میره به دیدار آقای سروش در انگلیس هم وقتیشون دانشجو بوده، نمیم خوندیم خاطرات قفاریست، قفاری یعنی از این لات‌هایی که لباس روحانیت برتن داشت آمد. اولی کاری اون هادی قفاری میشناخته میشن هست. این آقای اولین کسی که میره به دیداره آقای عبدالکریم سروش، شخصیشون دانشجو بوده در انگلستان، همین آقای آیت الله قفاری است. این یک. آقای من اگر جای بچه های بی بی سی بودم، بچه هایی که هنوز به اصول روزنامه‌نگاری با چی هن اعتقاد دارن، به حفظ امانت، با
واقعا به یه پاره از اصول و ما به اونا احترام میذاریم. محاکمه میکردن کسانی رو که میان در لحظات حساس چیز رو انتخاب میکنن و بعد از یه صفت استفاده میکنن که مضموم این کار در روزنامه نگاری، مثلا روزنامه نگاری منحصر به فرد انگلیس ها که معتقدن اصلا صفات نباید بگن، خبر رو همونطور که هست. این استفاده از واژه قطعا خیلی جالب، یعنی برای حفظ دست کم، حفظ احترام و همینطور شرف حرفه ای خودشون باید این کارو بکنن و یا در ایران اینترنشنال با تبی کارو بکنه. چی کسانی انتخاب کردن خبر 32% خیز 32% از کجا آمده بود و اینکه 10% مرددن که باز میشه همون 42% به گفته آقای دایی. ما میدونیم که شماری از روزنامه‌نگاران برجسته با در اونجا هستن. اینا واقعا نباید ساکت بمونن، نباید اجازه بدن. خب آقای دایی قطعا یعنی 100% اولین باره من نشنیده بودم بر پایه نظرسنجی گفته بشه قطعا اتفاق میفته. خب آقای عزیز بیریم بر سر انتخابات، بیرم آخرین گزارش که داشتیم از ایران چی بوده؟ آخرین گزارش همین فضای کلیه که منم صحبتهایی که داشتم و هم شنیده ها هم صحبتهای مستقیم هم دیگر کسانی که تماس دارن، اینه که فضای به طور وسیع بی سابقه تحریم فعال، یعنی مردم نه تنها بی محلی میکنن، تشویق میکنن که دیگران هم شرکت نکنه. یه امیدی پیدا کردن در این فضای جدید، یه همبستگی پیدا شده و این پیام خیلی خوبی داره. مجبور شد خامنه ای پریروز بیاد مردم رو دوباره بخواد فریب بده و این نشون میده که رسیده به همین مشکل که با همه این کارهایی که کرده و این فضای جدید چجوری مردم بیاره پای صندوق. بنابراین مهمترین نکته که تو فضای کنونی هست همین عبور مردم از این شرایطه و ما اینجا دیگه از این به بعد در این دوره جدید با ماست، با همه مخالفین حکومته، کاری نکنیم که این به یأس منجر بشه. مردم بدونن که شرکت نکردن در انتخابات، این همبستگی میتونه مسیرهای جدیدی رو باز بکنه. فقط این نیست حالا انتخابات تموم شده، اینها یک پله است برای پله های بعدی. بی بی سی چیزی قطعا در انتخابات شرکت میکنند رو برداشت ولی دوباره در زمینه سیاه اون رو منتشر کرد، یعنی با حروف سفید زمینه سیاه. من اینجا دارم نگاه کنید، اینا هم مثلا اینجا با حروف زمینه سیاه که دقیقا دیده بشه با حروف سفید. جالبه که در این به اصطلاح در این یادداشت آقای عبدالکریم سروش، همسایه بودید نیست شما آقای دایی؟ آقای فرزانه همسایه بله یه بقالی داشتم. اینم از افتخارات بله اینم از افتخارات نگم. بله ما هم محله بودیم و همین که مدرسه علوی میرفت، منم تو یه چند سالی مدرسه علوی بودم که من اخراج کردن از اونجا، ولی ایشون اونجا بود و تو انجمن ضد بهایی بود، خیلی تشویق میکردن مدرسه علوی که بین انجمن ضد بهایی. یه شیخ حلبی بود، یه مش مرتجع توی مدرسه علوی دور هم جمع شده بودن انجمن ضد بهایی. واقعا لغت مرتجع برای این زیادی واپسگرا دیگه. ببینید وقتی یه حکومتی واقعش اینه که آدم به کی بره بگه که یه آخوند درجه دو سه مثل خامنه‌ای میشه رهبرش. شما ببینید این حکومت دیگه، تو این حکومت فیلسوفشون هم کی باید بشه؟ اینه دیگه تو اینا همینه. این شده و چون میدون خالی میدیدن اینا سالیان سال، وقتی شما به تمام اساتید و قلق هم بکنی، روشن فکر رو نابود بکنی، شکنجه و اعدام بکنی، بقیه هم فرار بکنم مجبور به تبعید بشن، خب خود شما میمونی تلویزیون هم در اختیار داری میشه فیلسوف.
بعد یه نسلی هم با خودت همین تحکیم وحدتی ها و خط امامی ها و اصلاح دعوای قلابی و اینا حواریون تو هم با خودت تو پرید، بعد اومدی خارج شما رو بهبه و چهچه کردن دسته دسته اومدی. آقای محسن کریور الان استاد دانشگاه، این حضرت آقا استاد دانشگاه است، کلی از همون دفتر تحکیم وحدتی ها اومدن جاهای مختلف بودجه گرفتن، گرانت گرفتن، حمایت شدن. اینا یکی به کی حساب پس میدن؟ اینا به کی حساب پس دادن؟ بیان بگن. اینا واقعا میگم اینا نمیان راجع به گذشته خودشون به هیچ وجه نخواهند گفت تا موقعی که حکومت سقوط بکنه. هر کسی هم ادعای جدیدی میکنه میگه من عوض شدم، شرطش اینه ما دادگاه که نداریم. آقا بیا بگو چیکار، چه اتفاقاتی. آقا یه نفر شما دیدی از این حکومت که تو دهه 60، یه نفر از اینا که میگه من اصلاح طلب شدم، تغییر کردم، که شما تو حکومت دیدی؟ بیا اونایی که میدونی خبرداری به تعریف کن. بالاخره تو زندان ها چه گذشت؟ این جنایات چی شد تو زندان شما ندیدی؟ بابا دادستانی دست کی بود؟ بالاخره رئیس دیوان عالی کشور همین که همین خط امامی ها بود، موسوی اردبیلی، اون موسوی تبریزی جنایتکار جلاد، یکی دیگه از اونا بود. وزارت اطلاعات دست کی بود؟ وزارت اطلاعات سعید حجاریان همه اصلاح طلب ها بومیان گذاری کردن، همه مجاهدین انقلاب اسلامی که همه شونه اصلاح طلب یه باره کی این همونه. این درسته سپاه پاسداران دست کی بود اصلی کارش؟ خب جنایات رو کی میکرد؟ بقال کوچه ما؟ یا همین سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و بقیه؟ خب بیاد بگید بیدید چه اتفاق افتاده. یک کلام نباید بگید کاری که میکرد. من خودم از زبان آقای سروش، از زبان آقای سروش در پاریس مطالبی شنیدم در مورد جنایات این حکومت. خب اینا تعریف کن، بگو خودت هم کجا بودی. اونی که برای تعریف که این جنایات خودش میگفت که تو دادستانی اوین یه نفر دستگیر کرده بودن، این کردن تو گونی خیلی کوچیک دستشو بسته بودن، با زور کردن توی گونی رو گره زده بودن که این مچاله بشه، انداختنش پایین پله دادستانی که میگم اونجا که بخواد بری چند تا تو حیات چند تا پله میخوره. اینو گشتم اون پایین با گلوله، یکی از همین پاسدارا رفت از بالا، یکی یادو تو گلوله همجوری زده بود به این گونی که برجش بخوره، شانسی دیگه. تا چند روز میگفت که این زندانی توی این گونی زوزم کشیده درد، مجروح شده بود، هر کی اومد این پاسدارا اون پله می پایین داستانه میاد یه لگد بهش میزد تا اینکه برای 3-4 روز صدا خاموش شد و ایشون فوت کرد. خب اینا نباید عمومی بگید، برای من و اون دو نفر دیگه که بودن رو تعریف کنید. خب بگید دیگه، چرا نمیگید؟ اگه گمدی گفتی مشارکت خودتون گفتی، هم مردم ایران پوزش خواستی، دادگاهی نیستش که ما قرار کسی محاکمه اعدام کنیم، که اصلا ما چیکاره این که من چیکارم؟ برید یه لاغل بفهمید که سر بزنگاه آقای اکبر گنجی، آقا میخوای شما اینجا تشریف آوردی با سلام و صلوات، 500,000 دلار بهتم جایزه دادم. من یادم آقای میوری عزیز این کنفرانس برلین که بود، خب یه سری از اینا اومدن دیگه، همین آقای علی افشاری و گنجی و نمیدونم جلال پور و علوی تبار همین بودن. حالا منم به دلایلی با اینا نزدیک اینا رو میدیدم. یادمه اینا بعد از اینکه حالا چقدر اینا توی این جنایات برخی از اینا دست داشتن بماند، یادمه که وقتی اعتراض کردن یه سری هموطنان در جریان کنفرانس، ما با همه کارهایی که یه کردن اونجا من موافق نیستم، ولی خب اعتراض کردن که بخواد دموکراسی، یه دوستان اینجوری اعتراض کنید اونجا که نه کسی کتک زدن نه حمله کردن، تعطیل شد. یادم همین آقای جلای پور که ادعای چیز میکنه الان فیلسوف بودن و جامعه شناس، ایشون هم مرسه ای من تو خود مرسه علایی بود، این حضرت آقا یادمه داشت به بقیه اونا آن گنجی و به اینا میگفتش که ببینید شما گاهی اوقات میگید که به من، یعنی به جلایی پور، باید سپاه پاسداران در ایران محدود کنیم قدرت شو. در ایران اگه سپاه پاسداران نباشه همین کاری که تو کنفرانس کردن میان در ایران با ما میکنن. یعنی پس شما میخواید حکومت بمونه دیگه، پاسدارا شدن
سپر بلای شما خود آقای جلایی‌پور بیاد بگه ببینم تو کردستان چه اتفاقاتی افتاد ملکیشون پاسدار بود، گنجی بیاد بگه تو میخوام بگم اینو باید بگم ما اینجا نه انتقام نه چیزی، برای اینکه من تردید ندارم من و شما آقای میبودی خواهیم بود. بذارید سر اولین فرصت یه ده از همینه که امرو همراهی میکنن بپیچن جلوی مردم تا با هم شاهد باشیم. این حکومت که هنوز سقوط نکرده که نمیخوان، یه ده نمیخوان این حکومت سقوط کنه، خودشونو با این فضا حالا سروش اومده از رو بسته جلوی مردم ایستاده. یه سریشون هم که من میشناسم اینها میان همراهی میکنن تا سر بزنگا مردم دوباره برن به یه بیراهی دیگه. جالبه. الان به اجازه یه نکته دیگه هم دارم آقای میبودی، راجب نظرسنجی قلابی که همین دانشجو اصلا اینجا رسم میشه تو دنیا مؤسسات معتبر نظرسنجی، اولا شما میرسیم به قول اینا دیسکلیمر توضیح بده که بیننده و خواننده و همه متوجه بشن. اولا شما وقتی میذارید نظرسنجی دانشجویان، اینا دانشجوی تو کار نیست، این یکی اول روشن بکنید اینا کیان، این اولین وظیفه شماست که نمیکنید. یک دوم آقا ما در کشورهای دیکتاتوری نظرسنجی نداریم، نظرسنجی مستقل تو ایران نداریم. یه دکون این دانشگاه مریلند الان در 15 سال باز کرده که با هم چندین بار من گزارش دهی کردم با هم دیدیم. اینا یه مؤسسه هم درست کردن ایران پل، آقای فرمانش اینا میان میگن ما رفتیم تو ایران هم چی فکر ما میخوام خوشنم مثل مثلا مؤسسات غربی با 1232 نفر صحبت کردیم با این حتی این حرفای مده آقا مزخرف. این مؤسسه ایران پول میگه من دفتر دارم تهرانی که داره تو دو تا شهر دیگه هم داره بکنم تبریز آموره. اینا آقا میبادی عزیز حکومت ایران به کدوم مؤسسه اجازه میده تو ایران از کانادا بیاد آقای فرمانش بیاد تو ایران مؤسسه نظرسنجی بزنه مستقل باشه؟ اصلا وجود داره هم چیزی؟ حالا من کاری ندارم اینا با اون مرندی و اینا، محمد مرندی و اینا که پدرش پزشک خمینی بود با اون هم کاری میکنن وابسته به نهادهای امنیتی هم. کاری با اون قسمت امنیتی ندارم، میگم همون قسمتی که شما برای غربی ها میگید در ایران ما نظرسنجی مستقل داریم، حالا اسمش دانشجو باشه مؤسسه ایران پول. دوم تو کشور دیکتاتوری میشه نظرسنجی کرد؟ شما وقتی به خانه تلفنی حالا اون آقای محسنی ابراهیم محسنی هستش که اون دیگه برادر بسیجی که مای دانشگاه مریلند میگه ما رفتیم حضوری در خونه مردم، آخه حکومت ایران اجازه میده شما حضوری برید در خونه مردم نظرسنجی کنید؟ برفرض هم رفتید حالا تلفنی یا حضوری، کدوم آدمی جرأت میکنه تایی دلشو به شما که نمیشناسه بگه تو ایران؟ جرأت میکنن واقعا؟ بنابراین نظرسنجی بی ارزشه. وقتی شما میتونی 32% 10% مرادت بیا اول اینا رو بگو، بگو در کشور دیکتاتوری نظرسنجی بی اعتباره، چون اینجا ها وقتی میکنم میگه 3-5% مثلا ضریب خطا داره، در کشور دیکتاتوری 96% ضریب خطا داره، برای که معلوم نیست که چی میگه. اینا رو بگو بعد نظرسنجی برای شما چی میکنی؟ کی گفته نظرسنجی بکن؟ با هم افتادیم به رقابت، هر رسانه‌ای برای خودش مؤسسه نظرسنجی تشکیل داده، همش هم قلابی، همش هم دروغ برای فریب افکار عمومی. بنابراین این واقعا این خودش اگه شما اعتقاد به حق مخاطبتون دارید به قواعد رسانه‌های آزاد دارید، اولا این مزخرفات ایسپا و نمنم دانشجویان و چیچی اینا رو نباید منشر کنی. همین الان که صحبت میکنی من نگاه کردم دو تا نایاکی ها همین چیزها رو ویشتن زدن، همین که 42% شرکت میکنن مال گذشتن هم ویشتن زدن. نایاکی ها دیرو دارن شرکت کننده ها در انتخابات ریاست جمهوری قبلی رو همش آمار تقلبیه، 75% به روحانی رای دارن یا 73%. آخه این دروغا چیه؟ اینا که رو هدف میزنن، هدف رو هدف میزنن، منفعت دارن، با منفعت دارن. دروغ فایده داره برای اینها، دروغ گفتن در جهت حفظ این حکومت فایده داره، برای اینکه منفعت میبرن. آقای دایی این نحوه عرضه افکار و اندیشه هم به نظر میشه خیلی مهمه. بیاییم توی این منطقی که آقای سروش داده که به نظرم
میخواد به شکلی با نمود بکنه که خود آقای سروش همیشه هم اصرار داشته که من تافته جدا بافته است، نثر من، کلام من اصلا متفاوت با مردم این روزگار و این زمانه. حالا بگذاریم، ولی جالبه این نثر معماگونه و این اصرار نظر بر میر حسین روشن رای درود. میر حسین موسوی هم میدونی تحریم کرد، ولی ایشون بهش درود میفرسته و میگه شما روشن رایید اما با الهام از کروبیان، یعنی همین آقای کروبی، صندوق های رای را تنها و تهی نمیگذارد. فکرشو بکنید، در همین دو جمله که من برای شما خوندم، شما چی از این استنباط میکنید؟ جز این که ما با یه آدمی طرفیم تفکر دو نقش داره، هم برای آقای میر حسین موسوی تو درود میفرسته، از اون طرف تایید میکنه میگه شما روشن رای، هم بر کروبی. تنشم وقتی فکر میکنید آقا برای چی گیره ایشون میومده؟ حالا اون خاتمی اینا تو ایران هست، زیر فشار هست، زیر تیغ لابود، ولی به این صراحت هم انتخابات تایید نکرده، همه با اگر و مگر، با توضیح واضحات، همه میدونیم در اونجا چه خبره. شما که بیرون از ایرانید آخه با چه هدفی؟ جز این که دلت میخواسته در این آخرین باز هم از مردم انتقام بگیری؟ آجایی عرض کنم که دو تا نکته هستش. یکی همین فرصت طلبی، هر طرف رو داشته باش، هم حرف خامنه ای رو، هم موسوی و هم کروبی و هم همتی و هم اینو جمال عبدالناصر، خود حرفات چه یک. این که خب واقعا نشان از فرصت طلبیه. ولی یه نکته شما اشاره فرمودید همون آغاز برنامه و بعد در مورد نثری که این آقا فکر کنه لابا شاعرم هست و فکر کنه سعدی جدیده. خب این توهمات دیگه، وقتی به یه نفره بگی فیلسوف، من یادم من دبیرستان که بودیم خیلی ادبیات من خیلی خوب بود اون موقع، حالا در این 40 سال متاسفانه بدتر شد، به جایی که بهبود پیدا کنه. یکی از بدیهای دوری از وطن هم همینه، ولی اون موقع ادبیاتم خوب بود، ولی خیلی به خودم مغرور شده بودم. یادم با یکی از همکلاسیام تای کلاس با هم سر کلاس ادبیاتم بود، با هم مسابقه گذاشتیم که هر کدوم دو خط شعر بگه. هی من عوض میخوام زور زدم و تلاش کردم، بعد یک ساعت خواسته دو خطی گفتم، اونم دو خط گفت. دویدیم جلو تا کلاس تموم شد، بنا به اون دکتری بود که یادم رفت اسمشو، آقای قریب بود فکر کنم، ایشون معلم ما بود، خیلی آدم فرهیخته بود. گفتیم آقای شما لطفا بین ما قضاوت کن کدوم شعرها بهتره. گفت من دیدم شما تپ پیچ پیچ میکنید و اینا، همین بود وقت خودتون ببینم. نگاه کرد و یه نگاه به شعر کرد، یه نگاه به من کرد، گفت تمام چیزی که در مورد تو فکر میکردم غلط در اومد. این چیه؟ این شعره؟ بندت خودش جر داد انداخت سر لاشخال. حالا این حضرت آقا واقعا حضرت بهش گفتم فیلسوف و نثرت قشنگه، فکر کرده خیلی نثرت قشنگه. همین توهم وقتی بود، وقتی که توهم رانتی، یعنی اینا به رانت آقا شده فیلسوف، یه سری چیزا رو به هم بافته، از این آخوند و آخوند گرفته، واریه گرفته، مطهری و طباطبایی و کیو کیو پاپ پاپر و نم چیزی قاطی کردن و یه چیزایی در آوردن. واقعا آدم نگاه میکنه چه کوتوله‌هایی، چه کوتوله‌هایی. کاملا درست میگم آقای دایی. خب وقتی ادعی میگن که ما هنوز مثلا وقتی با زبان فردوسی صحبت میکنیم آدم نگران میشه، بنابراین تغییر تحولات در ایران انقدر زیاد نبوده که بر زبان ما اثرگذار بشه، زبان ما متحول بشه. هنوز هم ما زبان سعدی رو میفهم، زبان فردوسی رو کاملا درسته، تفاوت خیلی کم و اندکه، شاید به این علت که هنوز ما اونجا که دلمون میخواسته نرسیدیم. ولی در این دوران جدید بسیاری از نویسندگان و متفکران ما تلاش کردند که این ادبیات ایران رو به هر شکلی هست رسا کنند، امروزی بکنند، به هر حال همه فهم بکنند. وقتی یه نفر اینقدر اصرار داره که نسل دوره غزنوی رو کماکان در این دوره و این روزگار حفظ کنه، مفهوم شده که ایشون یه سنتگراست، هم تفکر، هم اندیشه، هم مکتبش، هم ایدئولوژیش، همه چیزایی است که یه جوی در یه گوشه، در یه
دوره از تاریخ فریز شده، منجمد شده، مونده، مونده. مقاله ای من از آقای عبدالکریم سروش خوندم در اول انقلاب در باب بیماری و بهداشت از این قبیل بود که این خداونده که بیماری رو میده، این خداونده که بیماری رو میگیره از آدم. یعنی بیماری، مرض و سلامتی انسان هر دو دست خداست. یعنی اینکه پزشک و دارو و بیمارستان و درمان اینا همش کشکه. اگر در تقدیر شما باشه آنگونه که خدا خواسته شما سالم میشه، سالم میشه، نیازی نیست دیگه. هرگز این مقاله چاپ نشد. من حیرت کردم این مقاله از آقای سروش خوندم. دایی جان من نمیدونستم که آقای سروش حجتیه بوده علیه باهایی ها. و جالبه فکر کنید یه آدمی که علیه هموطنان باهایی ما اقدام میکرده، فکر کنید چه بلایی بر سر چه خانواده هایی آوردن. اینا اینقدر نجیب و شریفن که اغلب به سختی حتی اون لحظه های تلخ زندگیشون رو در جامعه ایران بازگو میکنن، کمتر زیاد بازگو کنن یا گله و شکایت بکنن. ولی جالب همون آدم در ایالات متحده هم زیر سایه دموکراسی داره زندگی میکنه، دانشگاه درس میکنه، حقوق میگیره و مصون مونده از هر چه عرض حقوقی و قانونی، مصون مونده. آی دایی؟ خب بله، در قبل از انقلاب اجازه فعالیت داشت انجمن ضد بهایی. یه شیخی بود که حتما میشناسید، محمود حلبی، که تو مسجد جامع میره اونجا سخن میگه، یک شیخ مرتجع. خب این آزادی فعالیت داشتن اینا. درسته تو قتل و کشتار بهایی ها اصلا در دانشگاه اجازه نمیدادن این تعرضات بشه. بالاخره در زمان رضا شاه که به بهایی ها هیچ کاری نداشتن. واقعا یه دورانی بود که چه یهودیانی که در زمان قاجار به خصوص آخراش تحت فشار بودن و بعد هم بهایی ها، اینها فضای خیلی مناسبی بود برشون. در دوران رضا شاه خیلی هم رشد کردن. لااقل سرکوب سیستماتیک فشار دولتی به هیچ وجه نبود و خیلی فضا برشون باز بود. در زمان بعد از رضا شاه تا یه مدتی حکومت با این آخوندا متحد بود که اوجش رسید به 1334 که حمله کردن با همدستی شهربانی اون فلسفی و این آخوندهای واگذگرا، حمله کردن به مرکز بهایی ها. از اون بعد یه گسستی بین حکومت با روحانیون در برخورد با بهاییان شد و حکومت خودش کنار کشید. ولی انجمن ضد بهایی آزاد بود و عده‌ای از دو حکومت اشتباه فکر می‌کردن که حالا مثلا جوانان بشه که برن تو کار سیاسی، برن تو این کارا. ولی همین چیزای ضد بهایی بود که فضا رو باز کرد برای بعد از انقلاب که بیاد حکومت خمینی بزنه تار و مار کنه اینا رو. این فضا از کجا اومد؟ توجیهش از کجا اومد؟ خود ماها با ما که سیاسی بودیم واقعا باور نمی‌کردیم. من یکی از دوستانم وقتی از زندان آزاد شد تو دهه مخوف 60، من یادم اولین سوالی که کرد باش صحبت میکردیم اینا، راجع به این زندانیان بهایی صحبت میکردم. به من گفت باورت نمیشه ولی اینها رو میوردن تو اوین و دیگر زندانها، گاهی اوقات خانوادگی اینا رو دستگیر کرده بودن با چمدونای لباس مثل این اردوگاه نازی. میگو اینا رو می آوردن و میگو لاجوردی کینه عمیقی از اینا داشت. اینقدر اینا رو اذیت کردن، اینا رو اینقدر ازشون کشتن، سرکوب کردن. خب از کجا این کینه زاده شده بود؟ از همین انجمن ضد بهایی، همین حرفای مزخرفی که شیخ حلبی و دیگران میگفتن که در اون زمان آزاد بود. و اینم یکی از نقاط ضعفی بود که متاسفانه واپسگرایی قبل از انقلاب یه جاهایی دستش باز بود، راه مقابله نمودن. انجام ضد بهایی این کاری که میکردن، میرفتن شبا میشستن تمرین مباحثه میکردن. یکی از مراکزشون همه مرسی علوی بود، آقای علامه برصورت حالا کار خوب و بد کرد، اینا رو میدون میدادن که به قول خودشون دیگران دنبال کار سیاسی نره. آقا یعنی چی؟ برن دنبال واپسگرایی بهتره. خب نتیجه این شده دیگه. این متاسفانه بود. آقای سروش اینا خیلی ها بودن
که تو این کارهای ضد بهایی بودن تو مدرسه علوی. مدرسه علوی خب یکی از محصولات مدرسه علوی یه کادری تربیت کرد برای حکومت. خیلی از اینها آقای مهبودی عزیز رفتن خارج تو انجمن اسلامی آمریکا بودن، شدن شاگرده دکتر یزدی. اونا دیگه شدن همین حلقه نیویورک و جواد ظریف و شما بگیرید و بیاید جلو یکی یکی جمع اون انجمن اسلامی ولایتی کمال خرازی، یک موجودات واپسگرایی شدن اومدن تو حکومت. این نتیجه شد این محصولات مدرسه علوی. دو تا مدرسه بود تو ایران میدونید، مدرسه البرز بود یکی، مدرسه علوی که سطح علمیش خیلی بالا بود ولی علوی اسلامی هم بود. آدم های خیلی خوبی هم پرورش شد در مدرسه علوی، مگه همه این بودن؟ ولی یه درصدش هم همین مرتجع ها و پسکرایان شدن که اومانه یکی جایی هرندی بود، هرندی که معاون مؤسسه کیهان بود. اصلا چه موجوداتی آدم فکر میکنه سفر هرندی، چه موجوداتی از توی اینا در اومدن؟ و آیایی اینا به عنوان نواندیش دینی مثل آقای عبدالکریم سوکی مدعی نواندیشی دینی است که این جمهوری اسلامی رو سوغات رو برای مردم ایران آوردن. جالبه بعد که وقتی ناچار شدن خودشون از این جمهوری اسلامی برن، نرفتن به یک کشور اسلامی، جمهوری اسلامی پاکستان، یا برن با در میان طالبان زندگی کنن، یعنی اون جایی که رؤیاشون بود، یا برن غزه، برن در غزه تدریس بکنن. همه میخوان بیان آمریکا، همه کشور غربی رو انتخاب کرد، یعنی مهد کفر رو انتخاب کردن. این یکی که به نظرم از اهمیته. بعضی وقتا آقای جایی هموطنان بایی خودم رو که میبینم واقعا خجال شرمنده میشم به عنوان یه شهروند ایران که اینا چی کشیدن، چی پاره از اینها واقعا زندگی سخت و دشواری داشتن. اغلب هم که بهشون تماس میگیرید بدون که شکایت متوجه میشید پدرش رو کشتن، عموش رو کشتن، داییش رو کشتن، مادرش تو زندان فوت کرده. یعنی بلاهایی بر سر اینها بودن که، ولی خب خوشبختانه اینجا موفق شدن که به عنوان یک جامعه خیلی تابناک و درخشان، یک جمعیت فوق‌العاده فعال در فعالیت‌های انسان دوستانه خیلی خیلی مؤثرن و اغلب هم همه اسباب افتخار ما هستن در همین شهری که ما زندگی میکنیم یا نقاط دیگر دنیا، فرقی نمیکنه. خب زیج خیلی بوده از هموطنان باهایی، امیدوارم که دست کم تو که آقای دایی گفتن اینایی که مرتکب چنین اعمالی شدن برای عبرت آیندگان بیان بگن در نهایت شجاعت و صراحت بگن که چه کردن، و اگر پشیمانن بگن پشیمونن. اونایی که گفتن ما پشیمونیم خیلی حرمت و اعتبار پیدا کردن نزد مردم و نزد جامعه. خب آقای دایی چند دقیقه فرصت داری، میخوام ببینم که آخرین خبرهایی که گرفتی چی بود از ایران. همین فضاست، همین فعلا نگاه کردم مجددا اخباری که هست همینه، اینو باید به فاقی نگرفت این دو چند روزه. حالا هفته های بعدم صحبت میکنیم. خامنه ای و سپاه سه تا دغدغه یا هدف یا مسئله داشتن، یکی اینکه رئیسی رو بکن رئیس جمهور، حالا در مورد پیامدهاش و اینا هفته های بعد صحبت میکنیم، یکی اینو بکن رئیس جمهور. دومی که هیچ تنش اجتماعی ایجاد نشه. یکی از دلایلی که کاندیداها رو یه سری حذف کردن مثل لاریجانی اینا، نمیخواستن برای لاریجانی رقیب بشه که بعد مجبورشن تقلب کنن، بعد ممکن تنش بکشه به اجتماع. چون همین الان که حذفشون کردن ببینید چه خبره، چه چیزای الهی هم دیگه میگن. بنابراین فضای اجتماعی رو کنترل کنن، سانسور کنن، نیروهای امنیتی در اینجا حضور دارن که قیام شکل نگیره. این دوتا، بنابراین یکی رئیسی، دوتا این. مسئله سومی که الان بهش رسیدن که برای خامنه‌ای در درجه اهمیت اول نبود، چون مهم این بود که رئیسی بشه رئیس جمهور، قیام هم شکل نگیره توی این مدت. مسئله سوم حضور مردم با هر فریبی بکشونن توی به صدا انتخابات. حرفایی که خامنه‌ای میزنه حالا انواع و اقسامه، توجیهات فرق میکنه، توجیهات همه متفاوته. یکی مثل سروش فکر میکنم مثل سعدی داره نصر میگه، آقای کروبی یه چیزی گفته، یه سری تحت نام روزنامه‌نگاران اصلاح طلب دیدار کردن با همتی با رئیسی که ما به رئیسی
از این یعنی هر کی یه جور استدلال میاره، یکی میگه نه همین، ولی تهش همینه، هیچ فرقی نکرده حرفایی که امرو میزنن با 24 سال پیش که خاتمی اومد، همین فریبه. مردم دنبال راه حل دیگه میرن، ولی این بار همه احساس میکنن که واقعا دوران جدیده، مردم شرکت نمیکنن به طور بسیار 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 وسیع. آمارسازی هم خواهند کرد، در این تردید نباید داشت. همین حرفایی که اینا اینترنشنال میگه 32% و 10% و بی بی سی میگه 42%. حالا بی بی سی میگه قولم خبرگزاری قلابی، نه در مرکز نه در نشریه، قلابی دانشجویان که مال نیروی امنیتی اون اومده منشه کرده. ایران اینترنشنال خودش اومده میگه 32% و 10% یعنی 42%. این دیگه خیلی خنده داره. اینها رو مبنا خواهد گرفت، در 20% هم اضافه میکنه، میرسونتش به همون 50%، میگه بقیه هم نمیدن به خاطر کرونا. بنابراین باید خیلی حواسون باشه ما پیام بایکوت رو به گوش همه در دنیا برسونیم، ترس و واهمه هم نداشته باشیم، حرف و تبلیغات اینا اثری به سابق نداره. الان جمال عبدالناصر بیانیه داد آقای حسن داری. یعنی آقای ناصر احمدی گفت که در کابینه خودم آقای ظریف رو، ظریف پذیرفته که در کابینه من باشه اگر انتخاب بشه. آقای سروش گفته که آقای ناصر احمدی جمال عبدالناصر مصر، نمیدونم چه نسبت داره ایران و مصر. قبل از که به این نکته مهمه من حالا اشاره بکنم، خواستم بگم که امروز و فردا هموطنان در همه شهرهای دنیا اینا که خارج هست سعی میکنن این بایکوت انتخابات رو، رویگردانی مردم از این نظام رو به گوش دنیا هم برسونن، چون لابی ها دارن تلاش میکنن تصویر دیگری ارائه بدن با همین نظرسنجی قلابی و غیره. هموطنان در هر کشوری به اعتقاد من تو هر تظاهراتی که هست نزدیک بهشون شرکت بکنن. تو واشنگتن میدونم فردا میرن جلوی دفتر حفاظت، برخی از دوستان تو شهر سان دیگو یه ائتلافی هستش که اونها هم یه تظاهراتی دارن امروز فکر کنم 6 تا 8 خیابان 4 و برادوی روبروی هورتون پلازا، بدون عکس گروهی و بنرها، همه گروه ها اینها فقط صدای مردم باشن شرکت میکنن. به نظر من خیلی مهمه دیگه، از این به بعد ما باید تلاش کنیم این دوران جدید و فضای جدید رو به گوش دنیا برسونیم و نگذاریم این ماماشاچی ها هر چه کاری میخوام بکنن. خب خیلی تشکر آقای دایی عزیز از شروع شما در برنامه. آقای دایی ممنونم.